درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام همونطوری که تو استوری در اینستاگرام توضیح دادم در مورد یه سایتی صحبت کنم که بلیطای ارزون میشه توش خرید، بلیطای قطارهای سری و سه ارزون میشه خرید. قبلا اومدم این ویدیو رو ساختم ولی به صورت مختصر فقط یه توضیح دادم. الان حتی نحوه خریدن بلیط رو بهتون یاد میدم چه جوری است. و اگر کسایی که مستر کارت یا ویزا کارت یا پیپال ندارن چطوری میتونن این بلیط رو خریداری کنن. همونطور که میبینید اسم سایت التور هستش، التور. شما کافیه تو گوگلتون بنویسید التور بان، بعد سرچ میکنید، اولین گزینه التور بان نوشته über التور günstige بان تیکتس اپ 17.90 €. یعنی از 17.90 شما میتونید توی این سایت بلیت بخرید. قدیم مثلا 10 سال پیش از 9 یورو میتونستید، یعنی 8.90 خرید کنید. الان هی سال به سال گرونتر شده، ولی با این حال خیلی به صرفه تر از سایت های دیگه هستش. قبل از اینکه من بخوام در این مورد توضیح بدم، یه خواهشی دارم ازتون، اونم اینه که اگر هنوز عضو کانال نیستید لطفاً روی این گزینه سابسکرایب پایین ویدیو یا آبونیغه نوشته کلیک کنید و کنارش یه زنگوله میبینید، این زنگوله رو روش کلیک کنید. و اگر روی این گزینه آل بذارید، یعنی اینکه هر وقت من ویدیوی جدید دادم یا هر وقت من لایو جدید داشتم، همون لحظه به شما یوتیوب خبر میده که فلانی لایو گذاشته یا ویدیو جدید گذاشته و میتونید برید تماشا کنید. زو ما روی این ویدیو، روی این وبسایت کلیک میکنیم، میریم داخلش. همینطور که اینجا میبینید نوشته اب 17.90 €. اینجا نوشته دوش دویچلند اوند اروپا، یعنی توی آلمان و اروپا. زو اینجا حالا طریقه خریدنش، بچه ها میگه از کدوم ایستگاه قطار. مثلا من میزنم از ایستگاه اسن، میگه به کدوم ایستگاه قطار. من میزنم به ایستگاه مثلا هانوفر. تعداد مسافرین یه دونه بزرگسال، شما میتونید اینجا بزنید بیایید تا 5 تا میتونید انتخاب کنید. ما حالا خودم یه دونه اینجا نوشته، اینجا هم ارواکسن دقیسیش یاغه سنای مختلف داره ولی زیاد فرق نمیکنه، مگر اینکه برای بچه مثلا بخواید خرید کنید، اینجا 15-16 برای اون بچه بخواید بخرید شاید ارزون تر باشه یکم. خب کاین بانکارت نوشته، شاید بعضی از شماها کارت های تخفیف خرید بلیت از دویچه بان حالا هدیه گرفتید یا خریدید یا هر چیزی. اگر داشتید بنابر اون کارتی که شما دارید، اینجا 4 تا گزینه داره، کلیک میکنید. اگر ندارید که همون کاین بانکارت و اوبانیمن رو میزنید و شروع میکنید. حالا مثلا میگه برای چه تاریخی هینفارتت، تاریخ چیز حرکتت کی هستش. ما حرکت رو مثلا میزنیم روز جمعه. خب ساعتش رو من اصولا همیشه میگم از 6 صبح بگرد تا 12 شب برای من مثلا یکی رو پیدا کن. خب اگر ما میخوایم رفت و برگشت بخریم، گوکفارت رو میزنیم، تاریخ و ساعت رو میدیم. اگر نه همون هینفارت فقط حرکت رو میزنیم. کلاسیک و دوش هم نیازی نیستش اصلا انتخاب کنید. بعد خب ما اینجا همه چیز رو انتخاب کردیم، زوخم رو میزنیم، زوخ اشتارت رو میزنیم، اشتارتن رو میزنیم، میگرده برای ما پیدا میکنه. خب اگر شما فقط میخواید یه قطاری پیدا کنید که مستقیم بره بدون اینکه قطار تعویض کنید، اینجا این گزینه نوا دیگت رو روش میزنید، یعنی کلیک میکنید و اینجا فقط قطارهایی که برای شما مستقیم میرن اینجا میبینید نوشته UMST، منظورش همون اومشتایگ هستش یا اومشتایگن هستش.
میبینید صفر زده، یعنی اینکه قطار مستقیم میره به اون شهر، شما قطار تعویض نمی کنی. داوا که همون ساعتاش زمانی که شما در حرکت هستید، یعنی تا اونجا 2 ساعت و 6 دقیقه، 2 ساعت و 5 دقیقه، بعضی هم اصولا همشون نزدیک هم، فقط این یه دونه 2 ساعت و 28 دقیقه است. خب سایتش هم که از چه ساعتی میره چه ساعتی میرسه، تا اینجا هم داتون که تاریخشه. خب حالا بریم ببینیم ارزون ترینش کدومه. ارزون ترینش همین 23.90 بوده. خب 23.90 این رو کلیک میکنیم. نگاه کنید بچه، من اومدم یه فرگلیشن انجام دادم، یه مقایسه انجام دادم با سایت دویچه بان. تو سایت دویچه بان ارزون ترینی که مستقیم بره و مثل این سایت با ایتسه بره، یعنی قطار سری و سیل بره، این بوده. این ارزون ترینش این بوده 33.90. 33.90 که شما برید دا اینجا زده اشپانگ بود فلکس پرایس، این قیمت نرمالشه، این قیمت تخفیف خوردهشه. 33.90 که مطمئنم وقتی بخواید برید تا آخر این رو بخرید، یه گبوری هم یه مالیاتی هم روش میاد، البته رو التور هم میاد، رو این هم میاد، ولی خب این 33.90، این 23.90، 10 یورو ارزون تره. بس این سایت خیلی بهتر از سایت های دیگه هستش و من تو این چند سال خیلی از این سایت راضی هستم و همیشه میام از این خرید میکنم. وایتا رو میزنیم، کلیک کردیم رون ساعتی که میخوایم بریم، تاریخی که میخوایم بریم. خب اینجا اومده براتون توضیحات رو زده که با قطار میخوای برید، یک نفر بزرگسال هستی، قیمت بلیط 23.90 از اسم به هانوفر، ساعت 12:08 شب، طول مسیر، طول زمان حرکت قطار 2 ساعت و 23 دقیقه است. نه ببخشید معذرت میخوام، ساعت 2:23 شب میرسید، زمانش 2 ساعت و 15 دقیقه است که تو راه هستید. خب قطارش هم ایسه هستش، همون قطارهای سری و سر. اینجا هم دقت کنید، شما تو کلاس 2 باید بشینید. بعدم اینجا هم زده زوپا شپار پرایز، یعنی بهترین قیمت پایین اومده. خب اینجا این بوخونز آفتراگ، ما اینجا باید تمام مشخصاتمون رو کامل درست بدیم. آقا هستیم یا خانم هستیم، اسم کوچیکو می نویسیم، فامیلیمون رو می نویسیم. بچه ایمیل آدرس رو حتما باید درست بدید، حتما حتما. چرا؟ چون بلیت شما به ایمیل آدرستون صادر میشه و من پیشنهاد میکنم که بلیت رو حتما برید توی یه کافینت یا اگر تو خونه پرینتر دارید پرینت بگیرید، دروکن کنید و کاغذ بلیت رو وقتی شافنا اومد توی قطار یا همون چکینگ چکر نمیدونم اینجور چیزا اسمش از شافنا، یعنی کنترل کننده، اومدش توی قطار کاغذ رو نشون بدید. چون برای من یه بار پیش اومد، اومدم رفتم تو ایمیلم نشون دادم، طرف برگشت گفتش که قبول نمی کنیم چنین چیزی رو، شما باید حتما پرینت می گرفتید، چون من نمیتونم بارکد رو الان روی این بخونم. بالاخره با کلی صحبت که من نمیدونستم و اینجور چیزا حلش کردیم و شانس آوردم جریمه نشدم. واسه همین میگم پرینت کنید، ایمیل آدرس درست بهش بدید، بعد خیابون شماره آدرستون، یعنی اون خیابونی که زندگی میکنید با شمارش، اینجا کد پستی، اینجا شهرتون، اینجا هم که کشورتون مشخصه. خب حالا اینجا 3 تا گزینه داره: امریکن اکسپرس، مسترکارد، ویزا. بعد که شماره کارتتون رو میدید، کارتتون رو انتخاب میکنید، کدوم پروف نوما که 3 شماره ای باید باشه فکر کنم پشت کارت مثل کارتتون نوشته اون رو میدید و روی کارت نوشته تا چه زمانی کارتتون اعتبار داره اونم مینویسید. بعد میاید اینجا، من الان توضیح براتون میدم که اگر کارت نداشتید چیکار کنید. خب اینجا میگه اگر زیتس پلاتستون رو رزرو کنید، یعنی صندلیتون رو رزرو کنید، باید 4 یورو
پرداخت کنید. ما اینو نمیزنیم. اینو نمیزنیم. اینم من اصولا نمیزنم. میگه بیایید با وقتی که مثلا بوک میکنید یه چیزی رو، قطاری رزرو میکنید، بیایید امتیاز جمع کنید. من حالا حوصله اینجور چیزا رو ندارم. شما داشتید میتونید دلتون خواست اینو بزنید و شماره چی میگن بان بونوس کارتو اینجور چیزا رو بدید. من نمیکنم اصولا این کار رو. بعد چرا میگم اینجا رزرو نکنید، الکی 4 یورو ندید؟ چون مسیر 2 ساعت است. مثلا شما مسیر 10 ساعته هم باشه، 6 ساعته هم باشه، من اگر کسی اومد برگشت به من گفتش که ببخشید شما رو صندلی من نشستی، هیچ وقت نمیان با من دعوا بگیرن. که میگم ببخشید اینجا جای منه، منم میگم او توت می لایت ایش وست نیست، بلند میشم جامو عوض میکنم، پر صندلی میرم یه صندلی دیگه میشینم. برام اتفاق افتاده، از هامبورگ داشتم میومدم اسن، 2 بار جامو عوض کردم، ولی هیچ مشکلی نیستش. خب اینجا قیمتش 23.90 بوده، 3 یورو مالیات هستش که برای همون سایت باید پرداخت کنیم، در کل میشه 26.90 یورو. ولی اینجا نگاه کنید 33.90 یورو بوده، احتمالاً هم 3 یورو هم اینجا مالیات میاد روش، میشه 36.90 یورو. یعنی 10 یورو ما اینجا ارزونتر پیدا کردیم. و خوبیش اینجا اینه که ما اینجا قطارهای بیشتری میتونیم پیدا کنیم، امکانات بیشتری داریم. بعد من چون بچه ها الان اینجا رو پر نکردم و هیچی ندادم، اینو بزنم به من ارور میده، میگه که باید اینجا تو مشخصاتت رو پر کنی. ولی شما وقتی مشخصات رو پر کردید، انگابن پروفن رو میزنید، اگر تمام مشخصات رو درست داده باشید، میره تو صفحه بعدی میزنه به سالن او دا سالن، میزنید اون رو میزنید و بلیت فروخته میشه، پول از حسابتون کم میشه و براتون مینویسه اون بالا که ما بلیت رو به ایمیل آدرستون که اینجا گذاشتید فرستادیم. شما میتونید از اونجا بلیت رو به پی دی افش رو بردارید و بلیت رو پرینت کنید یا دروکن کنید. حالا اصلی ترین چیز، ما این کارتا رو نداریم، چطوری میتونیم این بلیت رو بخریم؟ 2 راه هستش. یا اینکه به یه دوستی آشنایی که مستر کارت یا ویزا کارت داره بهش بگیم که بیا این پول رو بگیر، محبت کن برای من این بلیت رو بخر. یا اینکه تو اکثر شهرها نزدیکای بانهوفشون بلیت فروشی برای فلیکس بوس هستش و بلیت فروشی برای قطار و اینجور چیزا یا کافینت وجود داره. شما میتونید برید اونجا و ازشون خواهش کنید که من این بلیت رو میخوام بخرم، این بلیت رو برای من بخرید و کارمزدتون رو از من بگیرید. کارمزدش هم 2 یورو تا 2.5 یورو هستش، یعنی 10 یورو 5 یورو اینجور چیزا نیستش. تازه اگه 5 یورو هم باشه بازم برای شما ارزش داره، ولی 10 یورو اینا اگر گفتش 10 یورو اینا میگیرم، بگید نه مرسی برید یه جای دیگه. میگم 2 یورو تا 5 یورو ارزش داره. این کار رو میتونید بکنید، برید تو کافینتا یا بلیت فروشی ها ازشون بخواید که این کار رو براتون انجام بدن. برید تو سایت و بهش زمان رو نشون بدید، بلیت رو انتخاب کنید و بگید این رو برای من خریداری کنید. که خیلی جاها به خاطر اینکه اون 2 یورو 3 یورو رو از شما بگیرن این کار رو انجام میدن. اینم از ویدیو امروز، کاملتر براتون توضیح دادم، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. مواظب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.